سوال بعدی هم اینه که دوستان، آقای آهنگری، شما خود را کرد می نامید یا ایرانی؟ من کردم دیگه، بعد ایرانی هستم دیگه، خیلی مشخصه. ما یه ملتی هستیم که الان طرف کرد در عراقه، طرف کرد در ترکیه است، همه کردیم، ولی من کرد ایرانی هستم، اون یکی کرد عراقی، اون کرد ترکیه، اون کرد سوریه، الان من یه کرد بلژیکی شدم حتی اینجا دیگه، خیلی طبیعیه. فکر کنم منظورش اینه که کدومو اول میبینید، کدومو، یعنی از لحاظ هویت خودتون کدومو بالاتر میبینید. این ایران غیر از یک کشور، یک جغرافیای سیاسی، یک تابعیت حقوقی چیز دیگری نیست، زبان نیست، فرهنگ نیست برای من. ولی من که به دنیا میام، قبل از به دنیا اومدم صدای مادرمو میشنوم، من یک زبان دیگری رو شنیدم. پس اگر منظورتون از ایران و اون تابعیت و جغرافیای سیاسی و اون جنبه حقوقیشه، بله خب طبیعیه ما در ایران به وجود اومدیم، ولی اگر منظورتون اون فرهنگ و جنبه های هویتی، خب طبیعیه من اول یک کرد بودن اومدم دیگه. البته من فکر میکنم که ایران مجموعی از همین فرهنگ هاست، یعنی یه فرهنگ جدا نیست، فرهنگش با کرد نیست، یعنی ایران یعنی فرهنگی از کرد، گیلک، بلوچ، بابک جان، اینا مجموعش ایران نامیده میشه. ما هیچ جایی رو نمیدونم کوچیک داشته باشیم. این دقیق ترین تعریفی که از ایران میشه ارائه کرد، چون اینا فکر میکنن اگه گفتی ایران یعنی حتما فارس. نه، اگه منظورتون از ایران همون فارسه و فقط کوروشه، نه، بنده یک کردی هستم، دیاکو پادشاه هم بوده. ولی اگه منظورتون از ایران یک جغرافیای سیاسی، این کشوری که الان وجود داره، بله بنده ایرانی هستم. ببینید، خب نظر اینو، البته نظر کسایی که مخالف شما هستن، این من میخوام نظر بقیه رو بگم، اینه که خب مشکل همینه، شما اینا یه هویت ملی میخوان و این کارهای سیاسی که شما میکنین و فعالیت هایی که دارین، اصلا شما اصلا هویت ایرانی بودن رو اصلا نمیشناسی، یعنی وجود نداره. آرمین جان، وجود نداره، نه زبان ملی وجود داره، نه هویت ملی وجود داره، نه موسیقی ملی وجود داره. ما موسیقی های ایرانی داریم، زبان های ایرانی داریم، هویت های ایرانی داریم، وجود نداره. شما چجوری میخواین یه هویت ایرانی رو به من معرفی کن؟ هویت ایرانی چیه؟ خب من نظر کسایی که نگران باشن، اینا هر کسی میکنن... هر کسی تونست منو برای من فکت بیاره که هویت ایرانی وجود داره، بنده ایرانی میشم به اون معنی که اون ایشون میگه. ولی من فکر میکنم فرش های ایرانی داریم، رنگ های ایرانی داریم، زبان های ایرانی داریم، موسیقی ایرانی داریم، دین های ایرانی داریم، اصلا یک چیز ایرانی وجود نداره. خب اینا از این پیشنهاد شما نگرانن، برای اینکه یه همچین پیشنهادی فکر میکنن که پیوندای که یه ملت رو تشکیل میده اصلا بر اساس همین هویت ملیه. شما خب اگه هویت ملی اگه هویت خب میگن که اگه شما حرف شما درست باشه و ما هویت ملی نداشته باشیم، پیوند ملی هم دیگه نخواهیم داشت. نه اصلا چرا اصلا چرا اگه نه اگه هویت میگه اینا میگن اگه هویت ملی وجود نداره باشه، خب اصلا ملت نیستیم، چند تا ملتیم. در یه مزه اولا یعنی شما میگین چند تا ملتیم یا یه ملت؟ ایران یه ملت یا چند تا ملت؟ نه، ایران یک دولت ملته، ایران یک نیشن استیته، ایران یک ملت نیست. ملت اولا پدیده مدرنیه. ملت، نیشن استیت، نیشن استیت، استیت نیشن، اینا همه از هم جدا هستن. خب حالا نوین باشه نباشه، ایران یه یک ملته یا چند تا ملته؟ نه، اگر ما در مجلس مؤسسان توافق کردیم با نگهداشت حقوق تمامی گوناگون ایران، ما میتونیم یک ملت باشیم. چرا نمیتونیم یک ملت؟ یک خب ملت بدون هویت ملی، یک ملت بدون هویت، شما میگیم هویت ملی ایرانی وجود نداره، چجوری یه نفر میتونه خودش اصلا ایرانی حساب بکنه وقتی که اصلا هویت ملی نداره؟ اصلا به چی بیاد افتخار بکنه؟ میشه، ایران کشور ایران که آخه ببینید، شما یه جوری میگین هویت ملی باید حتما یک چیزی باشه. من این حرف من نیست. نه نه نه، این دوستمون باید هویت ملی رو تعریف بکنه تا من بفهممش منظورش چیه. منظورش هویت ملی چیه به من بگید. همه ما میدونیم، جامعه شناسان گفتن، مردم شناسان گفتن، فرهنگ شناسان گفتن، هویت یه پکیجیه، یک چیز نیست. هویت یک موجودیتیه که از چندین به حساب قطعه تشکیل شده، زبان، مذهب، آداب و رسوم، حتی نمیدونم معماری، شیوه نشستن، شیوه غذا خوردن، و اینا کلا پکیج هویتی مثلا من هستن.
حالا شما به من بگین پکیج هویتی ایرانی چیه که بخوایم ملیش نام ببریم؟ من نمیم باید از اینا بپرسم، ولی خب بعضیا که این حرف رو میزنن، الان شما گفتین تو لایف چت هم دارن میگن این هویت ملی یه چیز نوینه، ولی بعضیا میگن نه اصلا این عقیده نیشن استیتی که مثلا توی انلایتمنت و عصر روشن فکری اینا به وجود اومده این یه چیز جدیده، ولی این ایرانی بودن، این که ما ایرانی هستیم، البته این حرف من نیستا، این یه چیزیه که قبل از اینکه اینا به عقیده نیشن استیتشون تو توی اصلا شما از من شنیدین بگین من ایرانی نیستم؟ نه بذارین من بگم. من میگم که خب نه شما میگین ایرانی هستین، ولی به عنوان که مثلا ایرانی بودنتون یک قرارداد که به خاطر یک توی به دنیا اومدن توی محیط جغرافیایی خاصی از لحاظ قانونی اینا شما خودتون ایرانی حساب میکنین، خب ولی اینکه یک هویت باشه اینو اعتقاد ندارین. خب و کسایی که میگن ایرانی بودن، ببخشید شما اینو گفتین، من شنیدم اینو، بذارین من نظر اینا رو بگم. اینا این اشخاص میگن که شما این حس ایرانی بودن، این که ما ایرانی هستیم و بقیه غیر ایرانی هن، این یه چیزیه که از با تو دنیای نوین به وجود نیومده. شما اگه بیاین شاعرای ایرانی رو بخونین، فردوسی رو بخونین، حتی خیلی قبل از زمان زرتشت هم، اصلا بیاین چیزای کتابای دین زرتشت اینا رو بخونین، همش از ایران و ایرانی بودن و مملکت زمین ایران و همش از این حرفا توش بوده و اینکه ما ایرانی هستیم. اینا میگه که از این چیز باستانیه، این چیز نوین نیست اصلا، منظورشون اینه. البته من از این چیز این نظر من نیست، برای من یه چیز قدیمی باشه نباشه برای من این نظر عده بسیار زیادی از ایرانی ها هست. آیا افغانستان ایران بود؟ کردستانی که الان در ترکیه و عراق و سوریه هست ایران بود؟ ارمنستان و ترکمنستان و آذربایجان ایران بودن؟ آخه عزیز من، ایران به معنای فلات، به معنای تاریخیش، خب منم میدونم که وجود داشته، من که منکرش نیستم، ولی الان میبینیم افغانستان و ترکمنستان و ارمنستان و آذربایجان و 70% کردستان که دیگه ما از یک ریشه و فرهنگ و زبان و تاریخ هستیم با ما نیستن. پس خب این ببخشید ولی این اشخاصی که من دارم میگم اینا کسایی هستن که میخوان این زمینا رو برگردونن به ایران یا روزی. خب نه، اینا همون آدم ها. خب این یه قسمتش. قسمت دومش هم اینه، بله بنده ایرانی هستم، حالا ما میخوایم این ایران بمونه یا نمونه. بنده میخوام بمونه. راهکار ماندن ایران هم از نظر من فدرالیزمه. حالا شما هی انکار، شما رو نمیگم آرمی جان، حالا هی شما انکار کن، هی اون مرکزگرایی خودتو جلو ببر. بنده بهت قول میدم همچنان که در بد تاریخ سیاسی دو سه تا امپراتوری بیشتر نبوده، 10 تا شد، اون 10 تا امپراتوری سال 1945 و پایه‌گذاری سازمان ملل 50 خورده کشور بودن. الان کمتر از 100 سال این اعضای سازمان ملل متحد به 202 تا رسیده. میشه این 202 تا 250 تا هم بشه. حالا سوال اینه، ما میخوایم تقسیم بشیم یا نشیم؟ اگر نمیخوایم تقسیم بشیم، همون مکانیزمی که عرض کردم، شیر رول، یعنی تقسیم و توزیع قدرت در زیر لوای حاکمیت مشترک، و سلف روله، خودمختاریه. چون اون موقع من احساس میکنم جایگاه حقوقی برابری دارم با یه فارس، با یه ترک، با یه عرب و اینا با هم دیگه. اون موقع دیگه نیازی به اون مسئله تقسیم و حساب تزیه ایران نمیمونه. الان سوال همینه، اگر زمانی که شما به همین حکومت فدرالی رسیدید و اون خواسته های شما به عنوان مثلا همون زبان مادری به اون نتیجه ای که شما اون حزب کردستان ایران به حساب به دنبالش هست نرسید، آیا فردای اون روز به دنبال جدایی هستید که بخواییم به اون مسئله برسید یا نه؟ آخه این سوال خیلی مهم، در این سوال اینه ما چرا نباید برسیم؟ چون ما کلی صحبت کردیم در رابطه با یک سری حقوق، هر کسی حق نداره دخالت بکنه. در رابطه با آموزش به زبان مادری که خواسته بلوچ هاست، فارس ها حق ندارن دخالت بکنن. پس اگر ما این قسمت رو برای خودمون و نزد خودمون حل بکنیم که آقا من فارس، من ترک، در رابطه با حقوق بنیادی و حقوق اساسی یک عده دیگه نباید دخالت بکنم، نصف مشکلاتمون حل شده. مشکل الان اینجا این هژمونی خواهی، این تمرکزگرایی، این زیاده خواهی است که مرکزگرایان دچار شدن. مشکل که زبان مادری بلوچی نیست که. بلوچ میخواد با زبان خودش آموزش ببینه، خب ببینه. اون فارس باید پیش خودش به این برسه که آقا من حق دخالت ندارم.
همین سوال شما دقیقاً اینو داره میگه، میگه اگر نرسیدیم. خب سوال من اینه چرا نمیرسیم؟ چون شما دخالت میکنید، چون شما هژمونی خواهی میکنید، چون شما سلطه گرا هستین، چون شما زیاده خواه هستین، وگرنه حقی که مربوط به شما نیست شما چرا دخالت میکنید؟ بفرمایید. سوال بعد بابک. سوال دیگه اینه که چرا فدرالیسم رو با خودمختاری تعریف میکنید؟ فدرالیسم یعنی خودگردانی. نه، حداقل به عنوان یه سیاست خوانده اینو میدونم. ببینید، اتونومی یا خودمختاری معانی مختلفی داره. منظورمون این شکلش نیست، منظورمون اون بعد محتواییشه. حالا شما بفرمایید خودگردانی، اصلا اینجوری نیست که خودگردانی خود مختاری نباشه. نه، خود مختاری به معنای استقلالش نیست، یعنی این سلف رول دیگه. حالا شما سلف رول رو چی ترجمه میکنی؟ میگیم شیر رول، سلف رول. این سلف رول رو میخوای خودگردانی تعریف بکنی، اوکی، من مشکلی براش ندارم، من با اون سلف رولش به حساب اونو مبنا قرار دادم. میگن خودمختاری، میگن خودگردانی، میگن خودمدیریتی، نمیدونم، هر اصلا رون اسامی زیاد لازم نیست ما بس بکنیم به نظر من، ولی سلف رولش دیگه مشخصه یعنی چی. بابک سال به اگه نداریم هم خودم. نه میکروفونم بسته بودش و حرف میزدم، ببخشید. از یکی از دوستان گفته که من مخالف فدرالیسم جغرافیایی نیستم، ولی مشکل اصلی فدرالیسم قومی است، چون به مرور باعث جدایی میشه مخصوصا در ایران. قبل از این حرف به حساب موضوع عرض بکنم، اون چیزی که باعث جدایی و تجزیه ایران خواهد شد مرکزگرایی است، نه فدرالیسم. اینو بهتون قول میدم، یعنی به میزانی که مرکزگرایی، یعنی دقیقاً 91:1، احتمال این که مرکزگرایی ایرانو تجزیه بکنه 99%، امکان این که فدرالیزم ملی جغرافیایی یا اتنیکی ایرانو تجزیه بکنه 1%. حالا شما باید انتخاب بکنید به عنوان یک شهروند ایرانی. یک سوال هست که خیلی‌ها میپرسن بابک. من اینو خودم جوابشو دارم، ولی از شما میپرسم. کدوم سوال هست؟ میگه این سوالیه که من کسای امیدانه ها میگن، یعنی نظرش شما چه میگن فدرالیسم چیزیه که مثلا چند تا چیز مختلف رو میخواییم چسب بزنیم، میخواییم یکیش بکنیم، میگن فدرالیسم و با فدرالیسم مثل یه چسبیه که چند تا چیزی که جدا شده رو، جدا هست رو بخواییم هم وصل بکنیم. خب یه چیزی رو که تیکه تیکه نشده رو ما فدرالیسم لازم نداریم، من که خودش چسبیده به هم. شما اگه بخواید فدرالیست، یعنی این چیزی که یک تیکه هست و بشکنید بعد با چسب بچسبونیم به هم، ما لازم نداریم فدرالیست برای چیزی که خودش یک تیکه هست. نظرش، من خودم البته با این حرف یعنی ما یه جواب دارم، ولی نظر جواب شما چیه؟ خب این در دو جنبه اشتباه این نظر. اولا اینکه فدرالیسم اینجوری نیست که حتما تیکه های جدا از همی بوده باشی، یعنی مثل ایالات متحده آمریکا که اغلب اونو مثال میارن، ایالات های مستقلی بودن، بعد اینا اومدن از کنفدرال به فدرال تبدیل شدن و یه حکومت مرکزی. نه، ما یک کشور واحد متمرکز پادشاهی سکولار داشتیم به نام بلژیک از بدو تاسیسش، ولی در سال 1993 این کشور واحد متمرکز فدرال شد. ما مثلا کشور هند رو داریم، یک تمدنی بوده، یک کشور بزرگی بوده، ولی در سال 1945 فدرال میشه. ما آفریقای جنوبی رو داریم که یک کشور متمرکز بوده، ولی در سال 1991 فدرال میشه، یا نیجریه یا اتیوپی و الی آخر، حالا کانادا هم به همیشه. پس اینجوری نیست، اگرچه کشوری مثل سوئیس، مثل اتریش، مثل ایالات متحده آمریکا تیکه های جدا از همی بودن و اومدن به لحاظ امنیتی. حالا خیلی جالب اینه که بدونیم چرا اینا فدرال شدن. دلیل فدرال شدن این تیکه های جدا و به هم پیوستنشون وجود مسئله امنیتی و یه دشمن مشترک بوده به حساب استعمارگر بریتانیا که باش در حال جنگ بودن. چون تیکه تیکه و جدا از هم بودن، نمیتونستن با این استعمار به استعمارگر یا این بریتانیای استعمارگر مقابله بکنن. اومدن یک دولت مرکزی واحد، یک ارتش واحد رو تشکیل دادن که بتونن این شر رو دفع بکنن. در رابطه با بقیه جاها هم اینه، ما هم میخوایم متحد بشیم دیگه، ما هم میخوایم بزرگ بشیم، متحد بشیم، قوی بشیم، در مقابل خطرات قوی تر بشیم. پس ما هم به یک مکانیزم اتحادساز و همگرایی نیاز داریم. پس در صورت
به حساب حالت تاریخیش بله ما کشورهایی رو داریم، دولت‌های مستقل رو داریم که فدرال شدن، دولت‌هایی رو هم داریم که نخیر یک دولت بوده واحد و فدرال شده. نکته دوم که در این جواب این سوال میشه گفت اینه که آقا ما جدا از هم هستیم، ما الان دچار گسل‌هایی هستیم که این گسل‌ها واقعا ما رو به جزایر دور از هم و جدا از همی تبدیل کرده. شما نمیتونی کردستان رو، بلوچستان رو با اصفهان یا با کرمان مقایسه بکنی، یا نمیدونم با یزد مقایسه بکنی، یا با تهران مقایسه بکنی. یعنی این جدایی و گسل چه به لحاظ روانی، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ مذهبی، چه به لحاظ اجتماعی، چه به لحاظ اقتصادی به وجود اومده این جدایی. اتفاقا فدرالیزم یک مکانیزم ارتباطی ارگانیک بین این قطعات که از به همشون وصل بکنه، وگرنه این مرکزگرایی و مرکزگرایی که تا الان بوده به ویژه در کمتر از 100 سال گذشته از پهلوی اول تا به امروز دیگه به صورت رسمی داره اجرا میشه، ما را از همدیگه اصلا نه تنها جدا کرده بلکه در برخی جاها دشمن همدیگه هم کرده. من میگم یک نظامی میخوایم، یک مکانیزم میخوایم که این گسلها و این گپها و فاصله هایی رو که ایجاد شده رو بتونیم رفعش کنیم. من هم جوابی که میدم به اینا همون هند بهترین مثاله، برای اینکه هند نه تنها هم یک پارچه بوده، با اینکه یک پارچه بود فدرالیست شد. همین که کسایی که این حرف رو میزنن معمولا تاریخ ایرانو که مثلا چند هزار سال است و همیشه میان میگن که برای اینه که یک پارچه است و هویت ملی داره. خب هند از تاریخش از ایران هم قدیمی تره فکر کنم، درسته؟ آره قدیمی تره، برای همین خب هندم با این حال فدرالیست شد. خب سال بعد همون هندم بنگلادش و پاکستان جدا شدن. درست، دقیقا در همون هندم بنگلادش و پاکستان جدا شد. خب ببخشی شما الان نه خب نه من میخواستم بگم خب ببینید فدرالیست باعث تجزیه میشه، در صورتی که نه، هند بعد از اینکه اونا جدا شدن فدرالیست شد. درسته؟ بله. درست. من خواستم ماشتون الان بگیرم، نشد. گرچه اگر میموندن هم بازم جدا میشدن. نه اونا مشکلاتشون خیلی حاد بود، یعنی متاسفانه نبود دموکراسی یا ماندن دموکراسی در سطح باعث شده و این در اسپانیا اسلام بود که مشکلشون اسلام بود. حالا دین هم از این جدایی های هم از این هژمونی دینی هست. سوال بعدی اگه میشه پاکستان و بنگلادش به خاطر اسلام جدا شده، اسلام اونجا بزرگترین مشکل